یک بار از 1973 تصمیم گرفتن نظام نوین جهانی رو تغییر بدن. از 1973 بود تصمیم گرفتن شوروی رو به زیر بکشن. اتفاق افتاد. بعد آمدن بعد از فروپاشی دیوار برلین آمدن گفتن نظام نوین جهانی دیگری پدید آمده. بعد در نیمه راه عده‌ای گفتن اتحادیه اروپا ناچار است در مقابل روسیه، چین، هند، برزیل قرار بگیره. امروز هم می‌بینید تکرار این واژه هاست، اصطلاحاته. اتفاقا کریستوفر هیل یک دیپلمات آمریکایی است. یک سایت ویژه‌ای هست آقای جورج شوروش را انداخته. یوشکا فیشر توش می‌نویسه، تونی بلر توش می‌نویسه، آقای هاوی سولونا می‌نویسه. اینا راه سومن، ترد وی، به اصطلاح میانه روی کپیتالیسم و سوسیالیسم راه سوم رو برگزیدن. پروفسور جوزف نای هست، مردی که معتقد با جنگ نرم باید دنیا رو اداره کرد. همه اینا در اونجا می‌نویسن. آقای کریستوفر هیل، البته آخرین مقاله‌ای که جالب بود در اینجا بگم تا یادم نرفته، خانم آن مری سلاتر که در وزارت امور خارجه کار میکرد برای خانم هیلاری کلینتون، الان در اونجا مینویسه، در آخرین شماره نوشته بود باید به سوریه حمله کنیم. خیلی هم اومده بودن باش در واقع دیالوگ قلمی برگزار کرده بودن که نظریه اشتباهی. اما آقای کریستوفر هیل نوشته بود آقای پوتین بازی نظام نوین جهانی رو برهم زد. خب به هم زد، حالا چیکار باید کرد؟ بنابراین حالا همه تلاش اینه که چگونه این خرس روسی رو در همون کریمه به بند بکشن. من دیدم خانم شیرین هانتر، من بارها با خانم شیرین هانتر مصاحبه کردم در رادیو صدای ایران، بانوی نازنینی است، ایران شناسی است، اون موقعی که هیچ کس ایران شناس نبود ایشون بود و آقای شاهگلدیان در رند کورپوریشن، نیکولای شاهگلدیان. خانم شیرین هانتر، اولا همسرشون روبرت هانتر مشاور برژنسکی، معاون برژنسکی بود زمان کارتر. این اواخر وقتی ایران پراجکت آمده، یعنی گفتگو با ایران، آقای روبرت هانتر بیش از همه مقاله می نویسه در یک سایتی به نام لوبلوگ و در اون پیشنهاد میکنه حتما با ایران مذاکره کنید. سخت بارها توصیه کرده با آقای اوباما کوتا نیا، همین کاری که انجام میدی بهترینه، اسرائیل رو فشار بیار، سعودی ها رو کنار بذار با جمهوری اسلامی. حالا توضیح میدم این نظریه از کجا آمده. خانم شیرین هانتر حتی در برنامه های همین آقای تاریتا پارسی و لابیستام شرکت کرده بود. ایشون یک مقاله در همون سایت نوشته بود و پیشنهاد کرده بود، البته آقای پیلار نامی هم که قبلا در دستگاه اطلاعاتی آمریکا کار میکرد همین نظریه رو ارائه داده، که شما بیایید برید با جمهوری اسلامی بسازید، گاز ایران رو جایگزین گاز پوتین کنید. این جوونا برن دنبال این سایت، میبینید کسانی که موافق طرح گفتگو با جمهوری اسلامی هستند زیر پوشش این که ما مخالف جنگ و ضربه زدن هستن حمایت خاصی میکنن از بقایای جمهوری اسلامی. این واقعیته. بریم مقالات رو بخونیم. حتی جالب آقای ناس نامی که ریچارد ناسی که قبلا در ایران بود اون و روز انقلاب دی اونم نیست. حالا این همه از اینجا شروع شد. این یک گزارش بود. 2002 یک گروهی جمع شد و یک طرحی داد به نام ایران پراجکت. کنسرسیوم راکفلر بود، سردمدارش هم آقای برژنسکی، روبرت هانتر، همه اونایی بودن که مخالف طرحهای نوکانها و جورج بوشیا بودن. ما طرحداریش کدومیم؟ ما تفسیر میکنیم. اینها معتقد بودن که اسرائیل و نوکانها دارن کار دست ما میدن و از آنجایی که جنرال وسلی کلارک، یادتونه، خیلی هاتون میشناسید، حتی میخواست برای دموکرات ها ران کرد، فرمانده سابق ناتو بود در جنگ در واقع بوزنیا، ایشون گفته بود که چینی و یارانش در پنتاگون طرحی دارن که عراق، افغانستان، ایران، سوریه
لیبی، همه اینا رو بکوبن. از اون پس این ایران پراجکت اومد و حتی انجمن آسیا که دیدید آقای روحانی رو بردن اونجا سخنرانی کرد. اینا همه جز باند راکفلریستا بودن، اینجوری بگیم. ممکنه دیوید راکفلر پیر شده کار اینید، ولی راکفلریستا در این بازی بودن. این اواخر اومدن یه گزارشی تهیه کردن، امضا کردن که برید و حتما با ایران صحبت کنیم. این گزارششون بود. در اینجا حتی مشاورانشون بود آقای ولی نصر، آقای کریم سجادپور یا آقای به نام بیگلری، که هیچ ایرادی نیست، اینا همه در مراکز مطالعاتی آمریکا یا مؤسسات مالی کار میکنن، به هر حال به عنوان ایرانی نظرشون رو داده بودن. البته آقای ولی نصر نظریاتش خریدار داره و در من همه حرفشون این بود جمهوری اسلامی رو نزنید. خب چرا؟ ایاتون باشه من بارها گفتم، حتی اولین روزی که اومدم اندیشه اشاره کردم، پروژه سبز پروژه براندازی رژیم بود از طرف بوشیستا، ولی از بدشانسی یا بدشانسی ملت ایران در واقع بوشیستا رفته بودن، حمایتی دیگه برای جنبش سبز نبود، به خاطر اینکه اصلا قرار بود که با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشن، بنابراین ترجیح میدادن جمهوری اسلامی باشه. چرا؟ اکثر اونهایی که به اصطلاح کارشناس ایرانی بودن و تو سفارش میکردن میگفتن شما حتما باید با خامنه ای مذاکره کنید. جنبش سبز داشت در واقع بساط رژیم رو میچید، نه آقای میرحسین موسوی یا کروبی، خود مردم، خود جوانها. برای همین هم همه قربانی شدن، چرا که هیچ کس براشون نایستاد. حالا گاهی به شوخی میگیم، میگیم اگر مایکل جکسون نمرده بود و تمام خبرها به مایکل جکسون پرداخته نشده بود جنبش سبز برنده میشد. نه، جنبش سبز برنده نمیشد، چون طرحی بود برای آمدن اخوان مسلمین در تمام کشورهای عربی به نام بهار عربی که دیدید اتفاق افتاد، ولی خب شکستم خورد. بنابراین بچه های ایران، نسل آینده ایران هم قربانی شد، مردم ایران هم قربانی شدن. چرا؟ به خاطر ببینید بازی ها امروز شروع نمیشه. بسیاری اونایی که در داخل کشور هستن یادشونه، یک سفیری بود انگلیسی به نام آقای دالتون، سر جان دالتون. ایشان وقتی در ایران بود ایشان به نوع دیگری میاندیشید، اما وقتی از ایران اومد بیرون همین آقای دالتون بود که آغاز، مثل همین ایرانیان پروژه، ایشون یکی از عوامل اصلی بود که در واقع با مقالات پی در پی در چاتم هاوس، بزرگترین تینک تانک شهرک لندن، و در دیلی تلگراف و دیگران میگفت حتما برید و با ایران مذاکره کنید. حتی ایشان بودن که در واقع من همیشه میگم پروژه بسم الله، حتی این اواخر آقای دالتون با آقای موسویان که به اصطلاح دیپلمات بودن می نشست و بحث می کرد برای مذاکره کردن با ایران. اما در زمان آقای دالتون بود یا با پروژه آقای دالتون بود که در ایران یک پروژه پیاده شد به اسم پروژه بسم الله. ببینید یک شبه نمیان دیوار برلین رو بریزن، طول داره، بازی های جانبی داره، جنگ فرهنگی داره، جنگ اقتصادی داره، جنگ نظامی داره، همین یک شبه نریخت. پروژه بسم الله بچه های جوان یادشونه، تونی جوانسال یک بار گفت من یادمه، یک گروهی بود به نام کوین، یک جوان پارسی ایرانی سوپرستارش بود، فریدی مرکوری که از بیماری میگن ایدز فوت کرد. اینا آمدن یک سی دی زدن و یه آهنگم خودم به اسم بسم الله. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We will not let you go. Never, we will not let you go. تمام قضیه این بود، یک جوانی شیطنت میکنه، مرتکب قتل میشه، میرن دارش بزنن. شویی که هر روز در ایران اجرا میشه.
چون بدنام شدن حالا میرن از خانواده ها میخوان برید ببخشید چون خودشون نباشن. مسئله قصاص رو دیدین چقدر مسخره شده الان. این در این آهنگ اشاره میکنن یک جوانی خطاکار بوده، میرن دارش بزنن، ناگهان فریاد میزنه بسم الله، میبخشنش، میبخشنش به خاطر این که به خدا پناه بود، به گفته اینا، وای اون خدایی که اینها میخوان به مردم در واقع پناه بدن. اینجوری بگم، از اینجا رژیم فهمید یک بازی هست، داره صدای پای آشتی میاد، پس ناچارن احمدی نژاد نامی رو یا گروه احمدی نژاد نامی رو که در واقع توسط سپاه حمایت میشد، هیچ اشتباه نکنید، در وهله اول تمام سپاهی ها در دسته احمدی نژاد، حقانی ها، حجتی با هم آمدن میخواستن در واقع بساط جمارانی ها رو یا خط امامی ها رو برچینن، یعنی پرونده هاشمی و خامنه ای و همه رو انقدرم نگید خامنه ای همه کار است. خامنه ای از ترس سپاه و احمدی نژاد رفت با رفسنجانی ساخت و پاخت کرد برای انتخابات آخر که روحانی رو بیارن. خودش یک پروژه بود به خاطر اینکه رفسنجانی رو با مشایی در واقع تاق زدن. چرا؟ آقای رفسنجانی به آقای رهبر یادآور شده بود که اوضاع خرابه و شما با یک کودتا خواهید رفت. بنابراین روحانیت با هم ساخت و ملت نازنین ما که 35 سال خودشو به اسلام مخالف نشون میداد رفت همون روحانی ها رو برگردون، حتی کچلواری یا چکمدار بر نگردون، رفت روحانیت رو برگردون. حالا بنابراین یادتون نره پروژه بسم الله اولین قدم بود، ایرانیان پراجکت برنامه بعدی بود. شما بعد از اون میبینید مقاله پشت سر مقاله، مطلب جزء مطلب که حتما باید برید با جمهوری اسلامی وارد مذاکره کنید که اتفاق افتاد و دیدیم چه اتفاقی افتاد. بنابراین اولین قدم این بود کسی رو وارد بازی بکنن که در واقع لازم باشه. حالا چرا میگم یک پروژه بود؟ یک آقای جاسوسی بود، جاسوس MI6 به نام آلیستر کوک. این آقا ناگهان درست بعد از پروژه بسم الله، الان اگر نگاه کنید مادر جونز یک مجله لیبراله چپه، در اونجا یک مقاله است که این شخص کیست، یک مصاحبه طولانی است. اولا ایشون یک کتاب نوشت و اعلام کرد که انقلاب‌های اسلامی یک اسنس داره، یک ذات داره، یک جوهر داره، و بعد اشاره کرد باید از حماس، حزب الله و جمهوری اسلامی حمایت کرد. نظریه ایشون بود. البته ایشون پروژه ساز بود. چرا؟ ایشون مشاور تونی بلر بود، مشاور هوی سولونام بود، مذاکرات پنهانی با حزب الله حماس رو ایشون اداره میکرد، هنوزم در بیروته. بنابراین ایشون تمام برداشتش از نقطه نظر استراتژیکی این بود که باید آمریکا و اروپا، همین امروز ببینید چه اتفاقایی میفته، آمریکا و اتحادیه اروپا، عربستان سعودی، مصر، اسرائیل رو کنار بگذارن و پیوندهای استراتژیک داشته باشن با جمهوری اسلامی، سوریه، حماس، فلسطین و حزب الله. بنابراین میبینید بدون اینکه خطی باشه هرگز اتفاقی نمیفته. حالا در این جریان این بازی هایی که در این سوی آبها یا اقیانوس اتفاق میافتاد، یک عده هم لابیست بودن، یک عده هم به رژیم جمهوری اسلامی در واقع با توسری یادآور می شدن که شما باید رنگ عوض کنید، شما باید به نوعی به استقبال غرب بیایید، مشکل شما هسته‌ای، شما بیایید این مشکل هسته‌ای رو که آقای احمدی نژاد و یارانش پدید آوردن رو کنار بگذارید، کاری کنید مثل یالتسین. در زمان یالتسین آمدن میلیاردها دلار
اولا که تمام روسیه غارت شد، پولها اومد این ور، ولی بعد آمدن میلیاردها دلار به روسیه دادن و سلاح‌های هسته‌ایشون رو در واقع در اختیار گرفتن، حتی مال اوکراین، مال بلاروس. حالا با رژیم تهران همین کارو دارن میکنن، چون میدونن مهره هایی که در این دوره وارد بازی شدن که اکثرشون گرین کارتی هستن، موافق این طرحن، همه گناه ها رو به گردن احمدی نژاد انداختن، که این احمدی نژاد دیوانه بود که ما مزاحم بود. اگر نه ما آدم های نایسی هستیم، شما میتونید با ما مذاکره کنید، همون جوری که زمان انقلاب آقای برژنسکی، آقای گیتس که وزیر دفاع بود که اخیراً هم کتابی نوشته، رفتن با آقای بازرگان، آقای یزدی، آقای چمران ملاقات کردن در الجزیره، بعد یک عده اومدن رو دست زدن، راه امام را انداختن، خط امام را انداختن، مثل بوزینه از دیوار سفارت رفتن بالا، گروگانگیری را انداختن که امروز چوبش رو رژیم خواهد خورد. به خاطر همین نگاه کنید ابو طالبی، چرا؟ میخوان نشون بدن در رژیم که ما درست مذاکره میکنیم، ولی ما هنوز روی حرفمون ایستادیم، ضد آمریکایی هستیم. خب آمریکایی هم به شما ویزا نمیدن، اونا میخوان شما رو در اختیار داشته باشن به عنوان ایستگاه پنجم، و همیشه هم در اختیار داشتن. همین گروگانگیری به سود آمریکا بود، آمریکا از خلیج فارس خارج نشد، در خلیج فارس موند. این آقایان حجاریان و عبدی و اسقرزاده و اینایی که اینقدر ادعای انقلابگری میکنن با اون حجت الاسلام خاکستری، موسوی خوئینی ها، یک بار بیان بگن چرا این کارو کردن، چه نفعی داشت، اینکه به ضرر ایران تموم شد. خب حالا هم همین قضیه است. بنابراین حالا ما اون موقع در رادیو بودیم، از تلویزیون رفته بودیم، با آقای سپاسی زمزمه های شب داشتیم، من یک به یک توضیح می دادم که چگونه آقای روحانی انتخاب خواهد شد و چه عواملی ایشان را خواهد آورد. حتی گفتم که حتما آقای رفسنجانی، آقای مشایی رد صلاحیت خواهند شد، چون این بازی بود. و باز یک فصل بنفش جوانها را آوردن، شخصی به نام روحانی که حالا امروز با ساختن فیلمی من روحانی هستم، ادهی دارم پرونده هاشو باز میکنن، چون واقعا درست ببینید، من 35 سال لحظه به لحظه، روز به روز، ساعت به ساعت این رژیم رو تعقیب میکنم. من از خودشون بهتر مهره هاشونو میشناسم. الان آقای اوسانلو حرف میزد، من به دوستان جوان سالم گفتم چرا آقای اوسانلو این رو نمیگه که امروز وزیر کار آقای روحانی مأمور امنیتیست به نام آقای علی ربیعی که سالها معاون دستگاه اطلاعاتی بود به اسم قباد، شما میخوای خدمت به کارگرا بکنه، این رو آوردن که کنترل کنه، نه این که خدمت کنه. بنابراین شما نگاه کنید، اولا مذاکرات قبل از اینا اتفاق افتاده بود. آقای احمدی نژاد که اومد آمریکا برای بار اول، هوشنگ امیر احمدی ترتیب ملاقات شد، رفت CFR، شورای روابط بین المللی نیویورک، جایی که دولت سایه است. دیوید راکفلر، آقای گرینبرگ، ریچارد هاس، پیتر پیترسن، قولهای آمریکایی نشستن با احمدی نژاد صحبت کردن، که بعد آقای گرینبرگ که اومد بیرون گفت این آدم دیوانه است. ولی اون زمان آقای به نام صالحی رو آوردن، چون گرین کارتی و به اصطلاح ارتباطایی در آمریکا داشت، اون پشت پرده مذاکره میکرد، فقط اینا نبودن. این دلقک ها الان معتقدن ما کردیم. اون آقای ظریف هر روز میاد توییت میکنه. چرا توییت میکنه فکر میکنید؟ به خاطر اینکه یک دیپلمات انگلیسی بود در ایران به اسم سایمون گس، نواده همون آقای گسی که خاورمیانه رو بعد از جنگ دوم جهانی تقسیم بندی، جنگ اول جهانی تقسیم بندی کرد. ایشون نسرین ستوده اون روزها هر چه اعتراض داشت ایشون رو توییتر میفرستاد. آقای زری و در و دستش اومدن توییتر بازی کردن که اهمیت خارجی ها و احتمالاً اپوزیسیون جا انداز رو کم کنن، چون برخی میدونن اپوزیسیونی وجود نداره، همه یک رنگ شدن. پروژه من و تو، من همیشه به تونی جوانسال میگفتم پروژه من و تو یعنی آشتی ملی گلخانه‌ای.
شما اصلا متوجه شدین چه شد؟ ناگهان آقای روحانی و در و دستش که اومدن همه استقبال کردن. چرا؟ سلطنت طلبا چی شدن؟ براندازا کجا بودن؟ به جز مجاهدین که اندکی موندن. خب اینها از شما هوشیارترن. یک روز یه آقایی به نام زیبا کلام همه اینا مرحله به مرحله بازی کردن، رب در تلویزیون نشست، پروژه بود، پروژه آشتی ملی پوتمکین، گلخانه ای. مردم فراموش کنن میر حسین موسوی و جنبش سبز رو. من اصلا موافق آقای میر حسین موسوی نیستم، ولی به هر حال الان یک زندانی سیاسی میتونه هرگاه یک اتفاقی بیفته میشه ازش استفاده کرد به عنوان برگ. اینها اومدن چیکار کردن؟ آقای زیبا کلم در یکی از برنامه تلویزیونی ناگهان گفت رضا شاه آدم خوبی بوده. گوش کنید. بحثایی هم که در رابطه با رضا شاه به وجود آمد که بنده معتقدم رضا شاه واقعا خدمت کرده به مملکت. حالا نمیدونم دکتر کاشانی یا دکتر نجفی چه فکر بکنن، و میخوام از این نظرم امشب اگه فرصت شد، فرصتی شد، دفاع بکنم، بگم چرا خدمت کرده. و اتفاقا در مورد نفت یکی از بالاترین خدمت داشت، اتفاقا در مورد نفت بوده. ببینید اینا پیش میاد فی الواقع. حالا ما دو کار میتونیم بکنیم. ما میتونیم بگم آقا ما همین رو بزنیم کنار و به همون سیاه‌سفیدی‌هایی که تا به الان تو تاریخ مورد استنادمون بوده، صادق، خائن، تقیب، خادم، حسین شیاب، حسن سفید، میتونیم همون بازی رو دو مرتبه ادامه بدیم. اولین پلان از سریال معمای شاه دیروز همزمان با سالروز فرار شاه از کشور در موزه ملت کاخ سعدآباد گرفته شد. سریالی که بیش از 2.5 سال صرف نگارش فیلمنامه شده و حدود 9 ماه هم صرف مراحل پیش تولید اون. سریال تاریخی معمای شاه به نویسندگی و کارگردانی محمد رضا ورزی در مجموعه کاخهای شاهنشاهی در تهران تصویر برداری میشه و دکورهای دیگه این سریال در شهرک سینمایی غزالی ساخته شده و آقای رمضانی برخی از خیابانهای تهران از جمله خیابان انقلاب و قسمتهایی از خیابان ولیعصر و برخی از میادین از جمله میدان منیریه شامل این دکور میشه. اما جزئیات بیشتر در گزارش همکارم خانم پناه. Yeah.